مردی که بینی همسرش را بریده بود در پکتیا بازداشت شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون سمارت را سابسکرایب نمایید. اداره امور زنان پکتیا اعلام کرده است که مرد به دلیل خشونت‌های خانوادگی بینی همسرش را با چاقو بریده است. در همین حال پلیس پکتیا از دستگیری این مرد خبر می‌دهد. خوشبو میدانوالی رئیس امور زنان پکتیا گفته است که این رویداد چند روز پیش در روستای حکیم آباد ولسوالی جانی خیل رخ داده است. در همین حال فرماندهی پلیس پکتیا از بازداشت مرد خبر می‌دهد که بینی زنش را بریده است. در خبرنامه پلیس پکتیا آمده است که این مرد پس از بریدن بینی همسرش فرار کرده بود و شب گذشته یعنی 24 دسامبر چهارشنبه زمانی که میخواست دوباره به خانه برگردد و به زنش آسیب برساند بازداشت شد. گفته شده است از نزد فرد بازداشت شده 1 میل تفنگچه و 1 چاقو به دست پلیس افتاده است. این در حال است که وزارت امور خارجه امروز پنجشنبه 25 ثور اعلام کرد که کمیساران سرحدی افغانستان و ایران تحقیق مشترکشان را درباره کشتار کارجویان افغان در مرز ایران محل حادثه آغاز کردند. بر اساس اعلام وزارت خارجه طبق توافق قبلی میان وزیران خارجه دو کشور تحقیقات مشترک در یک فضای مساعد آغاز شده و کمیساران سرحدی دو کشور روی مدارک و شواهد در محل حادثه کار میکنند. وزارت خارجه گفته است که قرار است نتایج این تحقیقات به رهبری دولت‌های افغانستان و ایران گزارش داده شود و در روشنی آن اقدامات بعدی روی دست گرفته شود. اوایل هفته گذشته گزارش‌های نشر شد که طبق آن مرزبانان ایران شماری از کارجویان افغان را که می‌خواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند شکنجه کرده و سپس آن را به دریا انداختند. ایران دست داشتن مرزبانانش را در این رویداد رد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در فرمان برای بررسی این رویداد یک هیئت با صلاحیت 10 نفری را توظیف کرده است. این هیئت نیز کارش را آغاز کرده است. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر بدرود.